مفهوم اولیه‌ای ما احتیاج داریم برای اینکه وارد بحث عقل عملی کانت بشیم و کانت راجع به این توضیح میده. اونجا یکی مفهوم ماکسیم هست و یکی مفهوم اراده است یا ویل. ماکسیم اونجوری که کانت داره مراد میکنه اینجا یک اصل عملیه که یک موجود عاقل بر مبناش تصمیم میگیره کاری رو انجام بده یا نده، یا حداقل دلش میخواد بر مبنای اون تصمیم گیری انجام بده. یک قاعده است، یک رول آف اکشنه، یک قاعده عمله برای انتخابهای انسان. مثلا من یه ماکسیم برای خودم میذارم، میگم هر وقت به نفعم باشه به مشتریانم احترام میذارم. این ماکسیمه، میشه یک ملاک برای اینکه من رفتارم رو در نسبت به مشتریام تنظیم بکنم. یک تعریف دیگه که بهش احتیاج داریم تعریف اراده است، و خب شاید تعریفی که اراده از اراده میده با اون چیز کلی که در ذهن ماست مقدار متفاوت باشه. اراده رو کانت یک قابلیت انگیزش برای یک موجود عاقل میدونه برای انجام عملی از طریق آگاهی و از روی قواعد. یعنی چند تا المان تو این هست. المان اول این که برای موجود عاقل اراده، یعنی اراده رو مخصوص انسان ها حداقل میتونیم بگیریم، توی چیز نه موجودات حیوانات مثلا بگیم اراده دارن. دوم این که بر اساس آگاهی باید شکل بگیره، یعنی ناخودآگاه و غریزی و غلام اینا بشه. و سوم بر اساس یک قاعده عملی گزینش بکنه. این میشه اون ساختار اراده‌ای که کانت مراد میکنه و میخواد حالا تو عقل عملی بر اساسش بحث رو ببره جلو. خواهیم دید که چجوری این رو صورت بندی میکنه. اولین بحثی که شاید یه مقدار چالش برانگیزه از دید کانت که کانت طرح میکنه توی عقل عملی این هستش که چه هنگامی عمل ما میتونه یک عمل اخلاقی باشه، و این رو شدیداً در قسمت‌های مختلفی از کتاب و با بیان‌های مختلفی تأکید می‌کنه. آنچه که از روی تمایل و میل و علاقه و اینها صورت بپذیره عمل اخلاقی نیست. و این برای ما خیلی عجیب به نظر می‌رسه دیگه. یعنی چی میگه؟ میگه اگر تو اومدی بر اساس نوع دوستی یا انسان دوستی به کسی کمک کردی، این عمل اصلا اخلاقی نیست. چرا اخلاقی نیست؟ میاد یه تحلیلش مثلا روانکاوانه یک ذره میکنه اینا، میگه برای اینکه نهایتا تو بنمایه این نوع دوستی خود دوستیه. تو میخوای حس خودت رو ارضا بکنی، خوشایند خودت رو ایجاد بکنی، و به خاطر همچین کاری میای نوع دوستی میکنی، کمک به همسایه میکنی. حالا این باعث میشه تو یک در وجدان در درونت یک التیام، یک آرامش، یک احساس. میگه اصلا اخلاقی نیست، یک عمل کاملا خودخواهانه است. یعنی نهایتا بنمایه این خودخواهیه، خود دوستیه، سلف اینترسته، نه دیگر دوستی. نه اون دیگر دوستی انگار یک پوسته‌ایه که پشتش خود دوستیه. خب میگه پس چی عمل اخلاقیه؟ عمل اخلاقی اون کاریه که بر اساس تکلیف انجام بشه. یعنی شما یک ماکسیم داری، یک قاعده داری، قانون داری، و اونو نصب العین قرار میدی. بر اساس قاعده است که عمل میکنی و عملت اخلاقی میشه، بدون اینکه درگیر تمایلات و انگیزش ها بشی. اینه که در واقع تو اون تقسیم بندی های اخلاق، اقسام اخلاق که صحبت میکنن، اخلاق کانتی رو میگن اخلاق وظیفه محور یا تکلیف محور. اولا پس ما باید یک اختیاری قائل باشیم برای صاحب عمل که اخلاق اتفاق بیفته. دوم این که اون رو از تمایلات
شخصی فرد جداش بکنیم. چرا بر اساس تمایلات شخصی جدا بکنیم؟ اولا این تمایلات شخصی کاملا خودخواهانه است. دوما اون چیزی که کانت دنبالش بود همیشه چیه؟ یک کلیته. میخواد به یک امر کلی برسه. آدمای مختلف با بافتار شخصیتی مختلف تمایلات مختلفی خواهند داشت. و اگه بخواد تمایلاتشون ملاک عمل بشه، ما دیگه نمیتونیم یک اخلاق کلی داشته باشیم، اخلاق واحد داشته باشیم. برای همین کانت انقدر مقابل این گره زدن اخلاق به میل و به اون حس و به اون رأفت و مهربانی و از همه اینا داره چیز میکنه، دور میکنه اخلاقو. میگه نه، اخلاق حوزه وظیفه است. هر چقدر به نظر شما این سرد و خشک و بدون طعم و رنگی که توی مذهب یا توی عرفان یا توی نهله‌های دیگه به اخلاق میدن بیاد، که اونجا همیشه یک شفقتی، همیشه یک مهربانی، همیشه یک دلسوزی، یه عطوفتی با امر اخلاقی ملازمه، کانت اینو جدا میکنه. میگه اخلاق یک مسئله عقلانیه و حوزه وظیفه است. وظیفه من خواهد بود که بر اساس یک ماکسیمی عمل بکنم تا این رو بشه عمل اخلاقی گرفت، نه بر اساس تمایلات. حالا بحث اینه که ما اون ماکسیمی که باید در نظر بگیریم که شرط استعلای اخلاق به صورت کلی خواهد بود برای همه، که مبنای تکلیف، انجام تکلیف همه بشود، چی باید باشه؟ الان باید به دنبال این بگردیم دیگه. باید به دنبال این بگردیم. ما میخواییم یک اخلاق ایجاد بکنیم، اخلاق بنیان بذاریم که اولا کلی باشه، کلیت و ضرورت داشته باشه، برای همگان قابل اعمال باشه، مبنای وظیفه در واقع اون اصل ماکسیمی باشه که مبنای وظیفه میشه برای همه. چی باید باشه؟